بله، در جامعه انفجاری ایران به دلیل سیاست غارتگرانه و خانمانسوز حاکم، حتی کامیونداران هم به شمار اقشار فرودست جامعه اضافه شدند. شایان ذکر که حقوق بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین از حدود 7 میلیون تومان شروع میشه و اغلب بین 7 تا 10 میلیون تومان حقوق بازنشستگی عایدشون میشه. آقای احمد کامیاب رو با خودمون داریم تا به این موضوع و اعتصاب اخیر کامیونداران بیشتر بپردازیم. با سلام به شما و ممنون از اینکه امروز دعوت ما رو پذیرفتید. من هم سلام دارم به شما و همینطور سلام دارم به بینندگان عزیز، در خدمت هستم. بله آقای کامیاب، به عنوان سوال اول لطفاً ابتدا برای ما بگید که کامیونداران چگونه به صورت مضاعف مورد ستم قرار میگیرن؟ خب الان شما خودتون به گوشهش در ابتدا اشاره کردید، وقتی که در حقیقت پایه حقوق بازنشستگان این قشر عزیز بین 7 تا 10 میلیونه، در زمانی که خط فقر زیر خلاصه 33 میلیون درآمد هست، خب دیگه میشه گفتش که در حقیقت چه بر سر این قشر اومده. قشری که میشه گفتش در ابتدا، یعنی چند دهه پیش، جزو کسانی بودند که درآمدشون در حد متوسط یا متوسط به بالا بود، یعنی کامیونداران جزو کسانی نبودند که درآمد پایینی داشته باشن. الان به دلیل در حقیقت سیاست‌های چپاول‌گرانه و غارت رژیم که در البته در همه جا وجود داره، از جمله در حقیقت باربری و کامیونداران، رژیم کاری کرده که در حقیقت درآمد این عزیزان به این میزان پایین بیاد. سیاست کلی هم که رژیم در رابطه با در حقیقت اکثر کارها از پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، جای مختلف هست، یک در حقیقت اصل داستان رو، یعنی که چنبره زده روی همه این ثروت‌ها و این در حقیقت مشاغل سپاه هست و ارگان‌های در حقیقت وابسته به سپاه که اصل داستان رو اداره می‌کنه، و این سپاه یک لایه میانی شرکت‌های خصوصی، پیمانکاران، این در حقیقت کارها رو، در حقیقت این امورات رو میسپره به اونها که در حقیقت طرف حساب کارگران یا در حقیقت رانندگان کامیونداران طرف حساب این شرکت‌های خصوصی هستن، که از اونجایی که رژیم اساساً هیچ قانون در قانون کار به طور کلی از همون ابتدا اتحادیه، شورا و سندیکا رو به رسمیت نمیشناسه، در حقیقت هیچ کدوم از کارگران از جمله کامیونداران و رانندگان عزیز هم هیچ پشت و پناهی از این بابت ندارن که کسی در حقیقت حق و حقوق اینها رو مطالبه کنه و بایسته در مقابل این ظلم. در نتیجه ماده این میشه که این پیمانکاران، شرکت‌های خصوصی، به هر میزان که میتونند خلاصه حق و حقوق این رانندگان رو در حقیقت میدوزدند و چپاول میکنند. الان به شکلی شده که الان در مسافت‌های کوتاه رانندگان بین مثلا 7 تا 10 میلیون درآمد دارن که درآمد خیلی پایینیه با توجه به میزان تورم و در حقیقت خط فقری که همین الان سبد معیشتی وجود داره، و رانندگانی که مثلا در مسافت‌های طولانی تری در حقیقت کار میکنند دیگه تا 20 میلیون درآمد و حقوقشون هستش که کفاف در حقیقت هیچی رو نمیده. در حقیقت بله، لطفا در شروع همین بحث اگر بشه پیشینه و سابقه اعتصاب کامیونداران رو مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید که چگونه بوده. ممنون میشم. بله، البته کامیوندارا در میشه گفت سالهای مختلف و در شهرها و استانهای مختلف تجمعات و اعتصابات فراوانی داشتن، ولی اونی که دیگه میشه گفتش به طور خلاصه برجسته بود خرداد 97 بود که اعتصاب سراسری کامیونداران شاهد بودیم که در اکثر استان‌ها در حقیقت به مدت یک ماه ادامه داشت، که اصلی ترین خواستشون در حقیقت حق این بود که در حقیقت رژیم مشخص کنه یا اون خلاصه طرف حساب ها، شرکت های خصوصی، اون واحد اصلی که کامیونداران روش خلاصه حق و حقوقشون رو میتونن مطالبه بکنن تن بر کیلومتر رو مشخص بکنه، که رژیم از همون موقع تا همین الان به طور واقعی پایی نیمده که این حق اونا رو به رسمیت بشناسه و مشخص بکنه. و هر حال با توجه به تورم و افزایش
گرانی و نرخ کالا، سوخت و بقیه موضوعات، خلاصه واحد تن بر کیلومتر رانندگان بر چه اساسی تعیین میشه و چجوری بالا میره، که در نتیجه همون که صحبت در ابتدا توضیح دادن، این دیگه موکول میشه به در حقیقت شرکت های خصوصی در استان های مختلف. مثلا این موضوع در بعضی از استان ها مثل مشهد یا مثلا در استان های دیگه به میزان کمی در حقیقت راه افتاده همین موضوع تن بر کیلومتر، ولی در اکثر شهرها و استانها شاهد هستیم که چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه ماده این میشه که هر کسی به هر میزان تونست این رانندگان عزیز رو چپ و ولو کنه. شاهد بودیم که در ادامه اون اعتصابات، اعتصاب مهرماه 97 رو شاهد بودیم که در حقیقت میشیم بگفتش که تاثیر بزرگی گذاشته بود روی سطح جامعه، به طور خاص روی باربری، چون ناوگان در حقیقت باربری و در حقیقت حمل و نقل روی این عزیزان سوار هستش و میشه گفت ستون فقرات این حمل و نقل رو تشکیل میدن، که رژیم دست به سرکوب و همینطور دستگیری خیلی از این عزیزان و اون کسانی که این اعتصابات رو در حقیقت داشتن هدایت میکردن زد و از اون موقع به بعد سرکوبش رو نسبت به این عزیزان بالاتر برد. بله، شما به اعتراضات و اعتصابهای اخیر کامیونداران در اردیبهشت ما اشاره کردید. لطفاً توضیح بدید که در چه شهرهایی بوده و این اعتصابها در چه شرایطی برگزار شده؟ بله، این اعتصابات و که هنوز فراخوان‌هاش هست و ادامه هم داره، اعتصاب کامیونداران تو شهر ایلام، تهران، کرمان، دشتیاری در سیستان و بلوچستان و همینطور عسلویه و چند شهر دیگه بوده، که این توی این رابطه باید موضوعی که جدیدن خلاصه میشه گفتش وارد صحنه شده نیستادناران عزیز هستن، که اونها هم چون شامل این مضایقات و این چپاول و غارت میشن، اونها هم دست به اعتصاب زدن همزمان با و در همگام و حمایت از کامیونداران که در شهرهای شیراز و تهران و مشهد این هفته برگزار شد، که حتما فیلماشو خودتون هم پخش کردید در جای مختلف. خواسته های این عزیزان هم همه مشترک است، یعنی به دلیل تورم افسار گسیخته و خلاصه اون گرانی که در حقیقت میشه گفت افسار گسیخته و مردم رو دیگه سفره‌هاشون رو خالی کرده، درخواستشون در حقیقت بالا بردن قیمت حمل و نقل و بار هست، چون از طرفی اینها در حقیقت از بابت تهیه مایحتاجی که در حقیقت در اتوبو کارشون دارن مثل سوخت و یا همینطور لوازم یدکی، اینها همه اون چیزهایی هستش که میشه گفت اینها با دلار میخرند ولی اون درآمدشون ریالی حساب میشه و این اختلاف فاز باعث میشه که سفره‌های اینها در حقیقت پایین و پایین تر بره. در همین رابطه هستن همونطور که گفتم شرکت‌های خصوصی و دلالان و کمیسیون‌هایی که این وسط در حقیقت میشه گفت همه اینها باعث میشه که کار رو، چون اونها میسپرند و بار رو به رانندگان کامیون و همینطور نیساندارا، اون میزان قرارتی که اونها میکنن مادهشی میشه که دیگه در حقیقت اون درآمد اونها چیز خاص و زیادی باقی نمیمونه یا باید خرج تعمیرات، سرویس و چیز کامیونها یا ماشینشون بکنن، یا از اون طرف باید خرج سوخت آزاد، که باز یکی از اون خواسته های این عزیزان هستش که تأمین سوخت کافی داشته باشن به قیمت مناسب، چون میدونید که الان سوخت هم داره از اون موضوعاتی که رژیم داره گرون میکنه و در خفا در حقیقت از جیب مردم و جیب به طور خاص این عزیزان که به طور مشخص از سوخت استفاده میکنن میزنه، در صورتی که ما در دریای نفت وجود خلاصه ایران قرار داره و در حقیقت یکی از بالاترین سرمایه های ما هست، ولی اینطوری این عزیزان در حقیقت مضیقه هستند و دارن از جیب خودشون میپردازن. میشه گفت یکی دیگه از بله. موضوعاتی که از همون ابتدا خواسته، همون که گفتم تن بر کیلومتر هستش، که هنوز رژیم و حکومت در هر دولتی که اومده پاسخ قطعی به این نداده و خواسته دائم اعتصابات و اعتراضات در حقیقت کامیونداران هستش. بله آقای کامیاب، در رابطه با کامیونداران و نیسانداران توضیح دادید، اما میخواستم راجع به اقشار دیگه جامعه بپرسم. با توجه به وضعیت انفجاری جامعه
آیا در مورد اعتراضات اخیر اونها توضیح دارید که خب به ما و به بینندگان عزیز؟ بله، البته همین که گفتین شما، البته اخبارش هم خودتون این روزها پخش میکنید و پخش کردید، شاهد گسترش اعتراضات و تجمعات اخشار مختلف هستیم، از بازنشستگان در تون رو از بازنشستگان تامین، بازنشستگان مخابرات، بازنشستگان فولاد و در حقیقت میشه گفتش که در همه امور مختلف بازنشستگان تجمع دارن، همینطور معلمان، پرستاران تجمعاتشون رو شاهد هستیم. دلیل اصلی چیه همین که شما گفتین؟ دلیل اصلی این هستش که در حقیقت به طور مستمر و بدون هیچ دلیلی، چون این که دیگه خودیاشون دارن میگن هیچ دلیلی نداره این دلار اینجوری سر به فلک همینجوری افزایش پیدا میکنه، این سیاست دولته، سیاست دولته که کمبوداش در حقیقت اون چپاول غارتی که کرده را از جیب مردم بکشه بیرون. در نتیجه شاهد هستیم که با خلاصه این افزایش قیمت و گرانی سرسام‌آوری که در حقیقت میشه متناسب بهش درآمد همونه، یعنی اینکه الان دیگه میشه گفت پایه چیزی که رژیم توی امسال هم برای کارگران و همینطور پایه حقوق بازنشستگان تامین کرده بین 10 تا 15 میلیونه، یعنی یک سوم یا کمتر از یک سوم در حقیقت از سبد معیشتی در حقیقت این اخشار پولی هستش که ثمره دسترنج خودشون بوده که در زمان کارشون گذاشتن توی در حقیقت این شرکت های بیمه، ولی الان دارن در حقیقت ازشون خورده میشه. این باعث میشه، این نارضایتی باعث میشه که این عزیزان بیان کف خیابون و حق خودشونو فریاد بزنن. الان اوضاع به اون شکل وخیم شده که حتی بانک‌ها پول‌هایی که بازنشستگان در بانک دارن هم نمی‌پردازن، یعنی در حقیقت میشه گفت روز به روز وضعیت وخیم‌تر میشه. به همین دلیل بازنشستگان و همینطور بقیه اخشار در کف خیابون شعار میدن، مثلا بازنشستگان اهواز شعار میدادن که دولت ورشکسته برای بازنشسته شمشیر رو از رو بست یا بازنشستگان عراق شعار میدادن که میدونید که همین طرح در حقیقت ضد میهنی، ضد ملی، همین طرحی که تازه راه انداختن برای اینکه در حقیقت افکار منحرف کنن، همین طرح نور که هدف اصلیش در حقیقت منحرف کردن جامعه و اذهان جامعه از روی شکستهایی که به طور استراتژیک و بنیادی این رژیم خورده، شخص خامنه‌ای در جنگ و بقیه اموراتش شعار میدن که حجاب حجاب شعارشون، غارت و دزدی کارشون، یا رأس این مجریه که در حقیقت جنایتکارش، جنایتکار واقعا، تنها ویژگی که داره سابقه و پروسه چیز زیادش در حکم اعدام رئیسیه که به شیش کلاس میگن، شیش کلاس دروغو بهش میگن، برگرد برو حوزی، که البته حوزه هم جاش نیست، این تنها جایی که جای این جنایتکار هست میز محاکمه هست که در حقیقت به در حقیقت محاکمه بشه، به خاطر مجازات بشه و خاطر این جنایت هایی که انجام داده و جایی در خلاصه این میهن نداره. واقعیت اینه که به دلیل همین سیاست وضعیت انفجاری جامعه، وقتی که میگیم به دلیل همین سیاسته. چرا؟ چون درآمد مردم در همه اخشار فرق نمی کنه، درآمد مردم داره به صورت قطره چکانی و ریالی افزایش پیدا میکنه، ولی هزینه ها و تورم داره به شکل سرسام‌آور و تصاعدی گسترش پیدا میکنه. همین عامل باعث میشه که سفره ها کوچکتر و کوچکتر، جیب ها خالی و خالیتر، دیگه به شکل یکی از خود مهره های داخلیشون میگفت دیگه در جیب مردم چیزی نمونده که از اون خالی بکنین، یعنی بیارید بیرون، یعنی دیگه خودشون دارن آجیل میکشن که این میزان چپاول و غارت و فشار به مردم بالاخره در یک نقطه سرباز میکنه. پس در نتیجه اگه بخوایم بگیم، این که گفتین اخشار مختلف طبعا در کف خیابون فریاد میزنن حق و حقوقشون، این موضوع گسترش یابنده است، افزایش یابنده است به دلیل همین توضیحاتی که دادم، چون پایه و اون ریشه اصلی که در حقیقت این وضعیت رو به وجود آورده وجود داره، یعنی نظام ولایت فقیه، و هر روز هم داره بدتر میشه و این سیاست رو تغییر نمیده به دلیل همون سیاست‌های ضد میهنی، برای که استمرار این نظام هدف اصلیش هست، نه معیشت مردم. پس در نتیجه این وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد و میشه گفتش که اخشار دلیر و
خلاصه مردم غیور ما تنها راهی ندارن که حق و حقوق خودشون رو در کف خیابون مطالبه کنن. پس با گسترش بیشتر روبرو خواهیم بود، با خیزش های بیشتر، و این تنها راه نجات و خلاصی این میره. بله، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه امروز با ما همراه بودید. خیلی ممنون. با تشکر از وقتی که به ما دادید.